مردم وارخ و چارکوه اسفرا برای من خیلی نزدیک هستند. بسیار مخلصای زیاده داریم و نان و نمکشان هم خورده ایم. این از واقع پدیده های هست که همه من منتظرش بودیم. اگر زمان ما میگفتیم که ما از فلان منطقه ایم، من بدخشانی ام، من کولابی ام، من غرنی ام، من وحدتی ام، من سغدی ام و یا خود من وخشی ام، امروز ما میگوییم ما تاجیکیم، ما تاجیکستانیم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادر و خواهران گرامی، هموطنان ارجمند. اون فاجعه که چند روز پیش در مرز میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان رخ داد، در نتیجه چندین خانه سوخته و ولنگار، اون جوانانی که به خاطر حفظ خانه خیش، دیار خیش، وطن خیش برخواسته بودند، چندین نفر کشته، چندین نفر دیگر زخمی، و اون سربازان شجاع و دلیر که برای حمایت از هموطنان خیش در مرز قرار داشتند، جان فدایی ها کردند، قسمت شهید گشتند، قسمت دیگر زخمی و مجروح شدند، امروز داغ بر جگر هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. متاسفانه در این ماه شریف رمضان چنین یک فلاکت رخ داد و از فرصت استفاده برده برای همه آن پیوندان، نزدیکانشون که عزیزانشون را از دست دادند، برایشان همدردی عمیق خود را بیان میکنم. از جمله استفاده برندگان صفحه ما هم از جمله مردمی آن چند دهه واروخ، چارکو، خواجه اعلی، اوچ خلچه و دیگر منطقه های نزد سرحدی که درگیر بود در آنجا، آنها خسارات زیاد دیدند، خواهش کردند که نظری یکی از شخصیت های شناخته، عالمان دین، سابق قاضی مسلمانان جمهوری تاجیکستان، سابق معاون اولی سروزیر جمهوری تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده را که همدهه من است بشنوم، زیرا برادر و خواهران ما نوشته بودند که مخلص ایشانند، هوادار ایشانند و در این روزهای سنگین که به سر ملت تاجیک آمده است، به سر مردم این منطقه جمهوری تاجیکستان آمده است، ایشان چه اندیشه دارند. و ما خوشنود از آن هستیم که در آن همین روزهای سخت مردم متحد شدند، نوابسته به آنکه مردم از کدام منطقه هستند، امروز همه کسانی که می توانستند بر به بر هم، پشت به پشت هم ایستاده و سلاح، کمان، هر یاراقی در دست می توانستند گرفته و برای حمایت یک پارچگی وطن رفتند. کسانی که نمی توانستند، آنها همدردی خود را، آنها همرایی خود را با مردم اذیت کشیده این منطقه های نزد مرزی بیان داشتند. ما روزنامه نگاران باشد کوشش میکنیم که برای باز هم با اعتدال آوردن وضع به مقامات کمک نرسانیم و البته مردم را باز هم برای صلح و ثبات، یک پارچگی ملت و باز هم دوست داشتن این وطنی خیش هدایت کنیم. و ما مراجعه کردیم به استاد جناب حاجی اکبر تورجانزاده، ایشان هم خواهش ما را رد نکردند. چند لحظه پیش صحبت داشتیم که فشرده آن صحبت را منظور شما می‌داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همدیاران نهایت عزیز و گرامی، انا لله و انا الیه راجعون خبری به شهادت رسیدن ده ها شهروندان عزیزمان، فرزندان ساکنان منطقه‌ای اسفرا، چارکوه، واروخ و همچنین خدمتچیان حربی مرزبان ها که از منطقه های گوناگونی کشور ما در این جنگ مرزی بین دو طرف شرکت داشتند، اولا تسلیت خود را، تعزیه خود را به خانواده این شهدا، پدر و مادر و همسر و فرزندانشان میرسانم. خدایا این شهدا را غریق رحمت و داخل جنت الفردوس گرداند و به بازماندگانشان صبر جمیل عطا فرماید. واقعا این فتنه نهایت بزرگی بود، چند وقت این جانب ادامه داشت، بالاخره به خون ریزی کشاند. امیدوار هستم که حکومت، مردم یک رای حلی نهایی که هم حیثیت و اعتبار ملت تاجیک حفظ کرده باشد و همچنین مالکیت و امکانات معیشت و زندگی ساکنان این منطقه را باید منافعشان حفظ شود می‌یابند. خوشبختانه در این معرکه تمام مردم تاجیکستان، اکثریت ناحیه‌ها، منطقه‌ها، محل‌ها
طرفداری خود را از برادران چارکوه و اسفرو و آروخ اعلام کردم که این نشانه وحدت، نشانه همبستگی، نشانه همدردی و نشانه بیداری ملت ما شد. این از واقع پدیده های هست که همه ما منتظرش بودیم که محلگرایی و دشمن تراشی باید از بین برود و یک ملت یگانه و واحد شویم که با کمک یک دیگر در این مرحله دشواری که امروز دنیا قرار دارد، منفعت های کشور مونه، منفعت های ملت مونه، منفعت های افراد این ملت را حفظ کرده توانیم. خوشبختانه باز این است که در یک مدت کوتاه حکومت های دو جانب توانستند به توافق برسند و شرطنامه آتش بس امضا کردند و اکنون از همه نفرانی که در اون منطقه زندگی میکنند، میدانم دشوار است، شما جبر دیده هستید، بالای شما ظلم شد، عزیزانتان مجروح شدند، فرزندانتان از دست دادید، شهیدها را از دست دادید، براتان دشوار است، لکن شما را به صبر و تحمل دعوت میکنم که این آتش جنگ و کین و عداوت دیگر سببگار ادامه یافتنش نگردید و البته با حفظ منفعت های هر یک آیه که شما، منفعت های مملکت من باید در راه به اعتدال آوردن وضعیت به حکومت، به مقامات دولتی کمک کنیم، باعث خدشه‌دار شدنی وضعیت و نارومی نگردیم. بعدن چه قرغزها، چه تاجیکها در اون منطقه سالهای زیاد در همسایگی زندگی کردند، دشمن تراشیدن، دشمن کافتن، بدبینی را نهایت زیاد دوام دادنش به منفعت کشور و ملت ما نیست، زیرا مردمی زیادی از طرف قرغزستان به سفری روسیه می روند یا که با آن رفت و آمد دارند، به خود قرغزستان تجارت دارند. تمام این افراد می توانند از این نارومی ها ضرر بینند، ضربه بینند، حتی آزار یابند. همه اینا رو به اعتبار گرفته از شماها خشتنداری، صبر و تحمل خواهان هستم. مردمی وارخ و چارکوه اسفره برای من خیلی نزدیک هستند. بسیار مخلص های زیاده داریم و نان و نمکشان هم خورده ایم و ما زیارتی ما بسیار گروه گروه می آمدن. از این خاطر هم برادری بزرگوارمان ایشان نورالدین جان و دیگر برادرها از روز اولی که این فاجعه سر شد ما همیشه در فکر شما بودیم، در دعای برای شما بودیم که خدا شما را اولا فتح و نصرت دهد، دوم صبر و استادگری عطا فرماید. همچنین از فرصت استفاده برده که برادری گرامی من عبدالستار هم به همان این ابتکار را پیشنهاد کردن، اگرچندی که دیرم شده است، چند روز از حادثه شون گذشت، من راضی شدم به خاطر بیان تسلیت. دوم، من پیشنهاد دارم که یک بنیاد خیریه است، یک حسابی بانکی برای ضرر دیدگان این فاجعه از طرف افراد سرشناس و با احترام و با مورد احترام و اعتبار مردم تشکیل کرده شود، تا که انشاءالله مردمی سربلند تاجیکستان که پشتبانیشان از مردمی اسفره و از مردمی منطقه جنگ دیده اعلان کردن، کمک های خودشان برسانند و این کمک ها پیش از همه به خانواده شهدا و بازماندگان آنها، پدر و مادر، همسر و فرزندان، یتیمای آنها رسانیده شود. دویم، کسانی که منزلشان، داراییشان از دست رفت، سوخته شد در این جنگ، با اونها این کمک ها رسد. و این افراد باید از آدمای سرشناس، آدمایی که مورد اعتماد و حرمت هستند، میتوانند از دایره روزنامه‌نگارای خوب باشند، میتوانند از دایره صاحبکارای خوب باشد. من حتی چند نفری را مورد اعتباری میدانم که در این مبارزه اطلاعاتی خیلی هم پشتیبانی کردم. من امید جیهونی است، سلیمان ارشاد است، من این برادر من عبدالستار است که ایشالله مورد حرمت اعتباری مردم هستند، رجب میرزا هست که خیلی جوانای خوبی هستند.
اگر اینا مشورت میکردن و همه کارشان با شفافیت به مردم حسابات میدادن، ما انشاءالله از جانب دارامون از مخلصامون دعوت میکنیم که حتما دست کمک و یاری و این بنیاد که تاسیس میشود یا که خزینه که تاسیس میشود یاردن کنن. خودمونم با قدر حالمون یاردن میکنیم و این بهترین خدمت ما به مردم میشود. دویم باز با مردم پیشین مراجعت میکنم که صبر خشتنداری را از خود ندهید، اکنون این طرف را بگذارید به مقامات دولتی خودشان. امیدوار هستم که و باور میکنم که انشاءالله منافع شما را، منافع هر یکی ما را اینها به نظر میگیرند و نمیگذارند که این زمین هایی که از دست ما رفته است یک عمر دیگر به دست دیگر ها بیفتد. و السلام علیکم و رحمت الله. شکر خداوند. امروز ملت ما توانست متحد شود در مقابل دشمن، در مقابل استیلاگر، در مقابل آن همه شیطانی و آن همه نیرنگ بازی دشمن، باز هم متحدی خود را نشان داد. اگر زمان ما میگفتن که ما از فلان منطقه، من بدخشانی ام، من کولابی ام، من غرمی ام، من وحدتی ام، من سغدی ام و یا خود من وحشی ام، امروز ما میگوییم ما تاجیک ایم، ما تاجیکستانی ایم. امروز ما یک دو نه، ما یک پنجه ایم، پنجه ای که موش شدیم و این مشت، مشت مرگاور است برای هر یک کسی که میخواهد برای این ملت دشمنی کند.